کوچه ایرانیان، با درود و همدردی صمیمانه با ملت بپا خواسته ایران. به هر حال 44 سال طول کشید تا ملتی که قرار بود به خانه و اتوبوس و آب و برق مجانی برسد، نقاب کامل از چهره فریبکار و کریه خونخوار خمینیسم و عمال این فرقه بردارند. و در مقابل اما در سطح جهانی، چهره‌ای که این روزها ایرانیان از خود نشان دادند، چهره انسان‌های متمدن، متجدد و طرفدار آزادی است، چه در داخل و چه در خارج از کشور. و مخصوصاً این که شاهد شدیم دیدگاه عده‌ای و یا حکومت‌هایی که ایرانیان را تروریست می‌نامیدند کاملاً رنگ باخت. یعنی به وضوح جهانیان دیدند که ایرانیان نه تروریستند نه حامی تروریست، بلکه ملتی آزادی خواهند، متمدن و متجدد، اما گرفتار یک حکومت تروریستی. جهانیان در این روزها دیدن، یعنی به وضوح دیدن که ملت ما، مخصوصا نسل جوان ما، به خصوص دختران و زنان ایرانی، گرفتار قومی از تبار خوناشام صدر اسلامن که هیچ نسبیتی با ایرانی صاحب فرهنگ چندین هزار ساله ندارن. همچنین جهانیان شاهدن که ملت ما امروز در سطح گسترده دست اتحاد به هم دادن و این اتحاد گسترده به باور من عامل یک ملی‌گرایی نوینی شده است که برای اولین بار بُعد تازه‌ای به فرهنگ سیاسی و ملی‌گرایی ما داده است. یعنی دوران ملی‌گرایی سال‌های 30 را پشت سر گذاشته. تحولی که با مهسا امینی به وجود آمد در سطح جهانی به عنوان تاریخ فرهنگ نوین ملت ما ثبت گردید. از این رو ما وارد یک مرحله تازه‌ای شدیم. یعنی امروز جنبشی از پس بغض 100 سال زن ایرانی در سطح جهانی به بار نشسته است. خب حالا که وارد مرحله تازه‌ای از تاریخ فرهنگ سیاسی جدیدمان شده ایم، بگذارید یک بار دیگر بنشینیم پای صحبت دوست و تحلیلگر گرامی دکتر صدیق یزچی، استاد فلسفه، که در برنامه گذشته، یعنی در برنامه کوچه شماره 259، توضیح دادن که وقایع امروز ما ریشه در تاریخ 250 سال قبل ایران دارد، یعنی جنبش بابیه، یعنی زمانی که روحانیت اسلام پایگاه خود را از دست داده بود. از اینجاست که ما در سال 57
گرفتار انتقام این قوم پسمانده تاریخی جامانده در پستوها و علمیه های مساجد خاک گرفته شده ایم و به همین دلیل لازم است که بدانیم اکنون ما در کجای تاریخ کشورمان ایستادیم. گوش میکنیم به ادامه صحبت های با اهمیت دکتر صدیق یزدی. ما از این نحو نگاه تاریخی که من امروز در این گفتار دارم توضیح میدم، اونو حداقل طرح مسئله رو انجام میدم، بهش نگاه نکردیم. ما یعنی اینو نپرسیدیم که روحانیت و سازمان دینی با قدرت حکومت یا قدرت سیاسی شانه به شانه هم زندگی کردن. تقسیم قدرت بوده. بله. اما چه میشه که در سال 57 هر دو اینها یکی میشه و سلطنت رو سرنگون میکنه، خودش قدرت اون رو به دست میگیره؟ چرا؟ ببینید، یکی از این دولت مردان محمد رضا شاه در یه مصاحبه‌ای که هنوز هم این دولت مرد آقای هوشنگ یا دکتر هوشنگ نهاوندیه، فکر کنم هنوز به قول مسلمانان سلم الله در قید حیاته، فکر کنم در خانه سالمندان باشه. بله، به هر حال امیدوارم که عمرشون طولانی باشد. بعد ایشون، من در یه مصاحبه شفاهی ازشون شنیدم که میگویند که پادشاه محمد رضا شاه، در اون سال آخر یا اون ماهای آخر سلطنتش پیش از انقلاب، از من خواسته بود، اگه اشتباه نکنم مثل این که پادشاه ازش خواسته بود که با این فقهای قم صحبت بکنه یا با اونها در تماس باشه. بعد ایشون یکی دو نوبت میره پیش آیت الله شریعت مداری و با او گفتگو میکنه. شریعت مداری یه چیزی به دکتر نهاوندی نقل میکنه که به من گفت اینو به پادشاه ابلاغ کنید، برسونید. اون مورد نظرمه، اون حرفی که آیت الله شریعت مداری به دکتر نهاوندی میگه که چه باشه، و اون خیلی مهمه. اون گله میکنه از شاه که آقا ما و شما مشترکاً این جمله رو به این نحوی که من دارم ادا میکنم نگفته بدون تردید. مفهوم اینه ما و شما مشترکاً یه حقوقی داریم، یک نقشی داریم و یه جایگاهی داریم، شما اینو باید رعایت کنید. حالا اون اینو میگه، میخواد، یعنی شریعت مداری از محمد رضا شاه میخواد که مثلا اون جایی رو که حق ماست رعایت نکردی. خب این جوهره این حرف همون چیزیست که من دارم میگم، یعنی این دو ساختار شانه به شانه هم قدرت سیاسی رو اداره میکردند. حالا اختلافی که بین روحانیت یا همین سازمان دینی یا اهل شریعت، نگهبانان شریعت قرای مصطفی که اینا آیون روحانیون باشن، اونا اختلافشون با محمد رضا شاه کجا بود؟ روشنه اختلاف اونا کجا بود؟
اختلاف اونها دقیقا همون جایی بود که شیخ فضل الله نوری اعلام کرده بود. دقیقا شیخ فضل الله نوری چی گفته بود؟ شیخ فضل الله نوری گفته بود آقا شما از حقوق نمیدونم مشترک عموم مردم صحبت میکنید، آزادی که حالا به کنار، از برابری در اسلام ما برابری نداریم بین مسلمان با نمیدونم یهودی با مسیحی و با فلان آیین و با بیدین، اصلا حقوق برابری وجود، زن با مرد شما غلط کردید، کجا زن با مرد برابری؟ اصلا برابری نیست. نساؤکم حرثون لکم، نساؤکم حرثون لکم، زنان شما مزرعه های شما، کجا مثل شما؟ بله؟ بعد اون انقلاب سفیدی که به راه افتاده بود دقیقا و قضایه دیگه. بله. پس چی؟ پس مسئله چی بود؟ مسئله این بود که از 110 به 130 سال پیش از جنبش مشروطه باد دیگری در ایران وزید، اون باد باید خاموش می شد. صحیح. تازه خواستم اشاره کنم که آیت الله شریعت مداری انسان تازه، نه اصلا اینجوری نیست، اشتباه نکنید. بین آیت الله شریعت مداری و آیت الله خمینی معتدل. هیچ تفاوتی وجود نداره. شریعت مداری معتدل نبود؟ نه نشد. ببینید آیت الله شریعت مداری ممکن بود مثل بسیاری از فقهای دیگه نظیر خودش برای حفظ وضع موجود و خراب نکردنش و بهره بردنش در حدی که حدود قدرتش رو تهدید نکنه چشمش رو ببنده، ولی خمینی چشمش رو نبست. بله متوجه میشه. فرقشون همین بود. خب این در 44 سال قبل. خب حالا منظورم به چیه؟ منظورم به اینه که یک نبردی از 200 سال پیش آرام آرام شروع شد و به جایی رسید که نیروهایی در درون این روحانیت متوجه شدن اگر وضع اینجوری پیش بره، این چیزی که 200 سال پیش، یعنی شریعت که 200 سال پیش بادش وزیده بود که به پایان خطش رسیده، کارش تمام خواهد شد. پس ما باید جلوی اینو بگیریم. چجوری؟ با وحدت قدرت سیاسی با قدرت دین. همین، خیلی ساده، کاری که آقای خمینی دقیقا انجام. اصلا شما نگاه کنید تمام این 40 و چند سال ستیزی که با ارزش های غربی میشه با چی غرب ستیزه، وگرنه با بهره گرفتن از زندگی غربی که خود این جماعت هم خودشون هم فرزندانشون هم ایل و تبارشون هم تمام کسانی که در دامن این رژیم هستن میتونن بیان از کلیه تنعمات غربی بهره ببرن، اما ارزش های غربی یعنی دموکراسی، یعنی آزادی، یعنی چرا در برابر زنان اینجوری ایستادن؟ همین روسری و همین حجاب. بله. چرا؟ به همین دلیل که اشاره، به همین دلیل، برای اینکه این حجاب بیفته شریعت تمام کارش. دقیقا اینو باید بدانی. خب فکر میکنم بعضی کافی شما شکافتید، ولی پس از 44 سال در کجای این تاریخ ایستاد؟ دقیقا ما در این نبردگاهیم. آینده این سرزمین، فردای ایران فقط در گرو عبور از این شریعته. یعنی چه؟ یعنی در عرصه عمومی. معنی این حرفی نیست کسی که در زیست خصوصی و شخصی خودش
شریعتی رو میخواد داشته باشه، عبادتی رو بکنه یا چه بکنه، نه اون اصلا به کسی مربوط نیست. معنی این حرف این نیست که من میخواهم بگویم که دین رو مثلا میخواهیم توجیه کنیم یا نکنیم، نه اصلا دین یه امر شخصیه. این مثل این میمونه که ما در یک تحلیل عمومی، حالا این تحلیل عمومی اهم از اقتصادی، آموزشی، تاریخی، جامعه شناسانه، یه هر چیز دیگه باشه، مثل این میمانه که در یه تحلیل اینجوری به این نحو بیاییم بیاییم که آقا موسیقی برای اشخاص لازمه یا نه. خب خیلی مسخره است این سوال، مسخره نیست؟ امروز چرا؟ ما؟ آیا نقاشی میتونه کسی نقاشی بکنه؟ حق داره یا نه؟ محمل هست این پرسش یا نه؟ بدون شک. محمل هم هست بپرسیم که آیا کسی به دین نیاز داره یا نه؟ به کسی ارتباط نداره. ببینید، خب همین، حالا این سوال مطرح میشه که 44 سال قبل ما در چه موقعیتی بودیم که این اتفاق رخ داد طبق معیارهای شما، و حالا پس از 44 سال کجای این جریان ایستادیم. من شخصا پیشاپیش بگم که موقعیت جامعه ایرانی طی این 44 سال تضعیف شده. آیه صدیقی از چی؟ خب معلومه، چون جامعه ایران در یه حرکتی بود به طور نسبی با همه افتخیزهاش که با جهان دیگر، بله، با جهان کاملا بیگانه. مغرب زمین برای ایرانی و فرهنگ ایرانی یه جامعه مطلق بیگانه بود. درست؟ درست؟ به ویژه عصر نوین، یعنی چیزی که در انقلاب مشروطه سعی شد عناصری از اون رو بگیرم. ببینید، و تا سال 57 هم پیش رفت. همین، ببینید ما چه اتفاقی تا سال 57 در ایران افتاد. در فاصله 100 مثلا 70 سال، 65 سال، 70 سال چه اتفاقی؟ اگر ما زیست دینی خودمون رو در عرصه عمومی و اجتماعی، در عرصه سیاسی، عمومی اجتماعی رو توضیحشو میدم، گرچه میدونم بسیاری از شنوندگان میدونن چیه، عرصه سیاسی، عرصه حقوقی، عرصه آموزشی، درست؟ مثلا عرصه قانونگذاری و روابط حقوقی جامعه. بله. اگر ما شریعت و ضابطه های دینی رو در این عرصه ها بیرون ببریم، که اسمش امروز بهش گفته میشه، در ایرانیان میشناسن اینو، ما میگوییم سکولاریسم، یعنی حاکمیت سیاسی یا مدل زیست اجتماعی سیاسی سکولر رو جدا از در ایران بیاریم، مستقر بکنیم. این از 70 سال پیش آرام آرام شروع شد، در همه عرصه ها پیش نرفت اصلا، درسته، ولی شروع شد. این اگر ما بخواهیم مدل زیستی رایج خودمون رو، یعنی حاکمیت سیاسی، همون ارزش‌های دینی رو باید رعایت کنیم، مثل دوره‌های پیش که پادشاهان و حکام و غیره، همینجوری که گفتم این وحدت روحانیت همواره با حکومت بوده، اجرا می شده. اگر اما اینو بخوایم ردش بکنیم، عبور بکنیم ازش، چیکار باید بکنیم؟ طبیعی است که ملاک های عصر نوینی رو که مغرب زمینی ها باید بگیریم. ما راه دو انتخاب دیگه ای وجود نداره. یا شما باید همین مدلی رو که 44 ساله در ایران اجرا میشه باید اجرا کنید، مثلا در همسایه ما افغانستان هم اجرا میشه، اجرا کنید، یا چه بکنید؟
این مجموعه رو از عرصه عمومی ببرید بیرون. راه دومی ندارید. این 50 سالی که شما یا 57 سالی که میگید و درستم است، شروع شد این اتفاق بیفته. خب حالا سوال من همین بود که 44 سال قبل این واقعی که رخ داد نسبت به امروز موقعیت ملت ایران در 44 سال چرا به این روز افتادیم؟ خب اونو شما اشاره دارید میکنید. بله، اونو چرا به این روز افتاده ایران؟ چرا امروز نان نداره بخوره؟ دقیقاً به دلیل اینکه این مجموعه ارزش‌ها که یعنی این شیوه زیست دینی و دخالت کامل شریعت و دین در تمام پاره‌های زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی جامعه رو مطلق فلج کرده. خیلی ساده، کاملا درست. خب بعد از این عبور کرد، خب منم سوالم در همین مورد، میفرمایید عبور کرد، عرض کردم که از نظر تئوری بسیار خوب متوجه شدم. از نظر تئوری شما میفرمایید میبایستی از این گذر کنید. شما حالا سوال میکنید چگونه باید پرکتیکال به صورت واقعی و عینی چگونه میتونیم دقیقاً این مشکل اصلی ماست. اما ما برای اینکه بدانیم چگونه میتونیم این سنگ بسیار نیرومند یا این سد بسیار مهم رو از پیش پا ورداریم، اول باید ببینیم نیروهامون چیه. این مسئله دقیقیه، یعنی ما آیا سنجیدیم که تمام نیروهامون، شما یه دونه اتومبیل رو میبینید در یه چاله‌ای گیر کرده، درست؟ نیروی بیشتری لازم داریم. خب این نیروی بیشتر رو فرض کنید 20 نفر آدم هم اونجا حضور داره، آیا تک به تک میتونن اینو تکون بدن؟ هیچ وجه. ولی 20 نفر اگر نیروهاشون رو مشترک کنند، و در یک خط و در یک پتانسیل قرار بدن، ممکنه این رو از چاله بتونم بیارم بیرون. اجازه بدید من یک اشاره بکنم. تنها چیزی که به نظر میرسه نارضایتی قشر گسترده‌ای از مردم از این نوع حکومت هست. حالا چقدر این کاربرد داره من نمیدونم. نه ببینید، نارضایتی یک آمادگی پتانسیله، یعنی یه توانایی ممکنه. یعنی این توانایی امروز 44 سال بعد وجود داره، ولی در سال اول، دوم، پنجم، دهم، پونزدهم اصلا وجود نداره. خب حالا بعد این قدرت چه معیاری داره؟ یا اگر وجود داشت عده بسیار قلیل بودن سرکوب می شدند. درست؟ خب ما اینو هنوز هیچ کس این پرسش رو دقیق مطرح نکرده، این نیرو چقدره و این نیروی ناراضی یا آماده گذر چقدره، ما این هنوز نمیدونیم. ببینید مثال برای شما میذارم. آیا جنبشی که زنان ایران برای حجاب انجام میدن در بیان درگیری و نارضایتی هاشون با حاکمیت، این یک جنبش. یه جنبش دیگه 6 ماه پیش 8 ماه پیش نمیدونم، نزدیک به چند ماه پیش در اصفهان کشاورزان و مردم عادی آمدن برای آب و مسائل خودشون تظاهرات کردن. آیا ماهیت این دو جنبش یکیه؟ تمام. پس ما هنوز نمیدونیم. مثال دیگه، آیا جنبشی که حرکتی که معلمان و بازنشستگان مثال رو از بازنشستگان میگم، بازنشستگان برای حقوقشون دارن عین جنبشی است که زنان دارن؟
نه اونم متفاوته. دقیقاً. بله. ولی دقیقاً یعنی جنبشه، این جنبش ها نارضایی از چیه؟ از وضعیت اقتصادیه یا اون چیزاییست که من امروز اینجا برشمردم؟ اون چیزایی که اشاره کردیم بیشتر وضعیت اقتصادیست. اینایی که من داریم میگیم عبور کردن نیست. نخه نه. پس جامعه هنوز آمادگی نداره گذر از این سنت نداره. من نمیدونم چقدر داره. نمیشه گفت. ما وقتی میگیم جامعه این 100% رو در نظر میگیریم، اینو نمیتونیم بگیم، چون بخشایی از روز آغاز استقرار نظام دینی در تمام زندگی مردم موافق این استقرار نبودند، گرچه توانایی نداشتن مخالفت کنن یا به هر دلیل ایران ترک کردن. مثلا کسایی که ایران ترک کردن، نه همه اونایی که حالا میگن 7 میلیون 8 میلیون، همه 8 میلیون یکسان به مسئله امروز ایران نگاه نمی کنن. درست؟ همون جور که در داخل ایرانم ما هنوز این. ببینید من چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ اولش شما همین رو شروع کردید در طرح پرسشتون کجای تاریخ. خب ما در کجا، یعنی دقیقاً این ملت در کجا ایستاده؟ ما هنوز این رو نمیتونیم تعیین کنیم کاملا درست. خب تا زمانی که ما نتوانیم روشن کنیم که ما کجا ایستادیم، که هنوز این چندان روشن نیست. چرا؟ قبل از اینکه مردم عادی و میلیونی ایران رو ببینیم، روشن فکران رو میبینیم، نخبگان جامعه. آیا معلومه که نخبگان جامعه دقیقا کجا ایستادن؟ نه مشخص نیست. خب تمام اشو گسترده مردم هم مشخص نیست. پس نه حالا ببینید من گفتم، من اینی که گفتم آقای لیمونادی عزیز، گفتم مردم که روشن کردیم که معلوم نیست. نه تنها مردم معلوم نیست، بلکه نخبگان نیز معلوم نیست. درسته درسته. بله شما ببینید تعارضی که تعارض، حالا نگم جدال، تعارض به هر حال اختلاف است بین انتخاب فردا، حالا کدوم فردا معلوم نیست، فردا جمهوریت یا سلطنت. خب این جدال محمدیه، از پایه محمده. چرا؟ چون اصلا اون فردا کدوم فرداست؟ برابا دقیقا کدوم فردا؟ ببینید همین، من ترک کردم مشکل کجاست با اون توضیحاتی که در این گفتار سوال بزرگ دادم. بله اینو خیلی روشن کردم. 200 سال 300 سال یه مشکلی بود، این همینجوری مونده. لایه به لایه نتونستیم ما حلش کنیم چون توانایی اصلا نداشتیم. هنوز هم نداریم. ما اصلا چرا نداریم توانایی؟ چون اصلا این چیزی که گفتم ندیدیم. ما ندیدیم، بازم تکرار میکنم، ما ندیدیم چرا سلطان حسین به ضعف افتاد و افغانها ایران رو گرفتند. چرا؟ همون دولت ایران صفوی که توانست جلوی نیرومندترین قدرت منطقه، بلکه بخشی از جهان که عثمانیان بود بیسته و نادر هم ایستاد. بعد چرا اینا نتونستن بیستن؟ خب ببینید اینا، این پرسش ها رو ما اگر مطرح می کردیم به جای این کارهای عجیب غریبی که این اهل فکر کردن، همش هم خودشون می دونن سلطنت یا جمهوری، یا جمهوری یا چیزهای اینجوری، آب در هاون کوبیدن بوده، چیز دیگه ای نگم متاسفانه. نه من پاسخ خودم رو گرفتم، چون سوال اصلی که برای من مطرح بود آقای دکتر
صدیقی از چی، همین که ما کجای این تاریخ ایستاده ایم، این سوال بزرگ. یعنی ما هنوز نمیدونیم با دقیقا با. یعنی حداقل امیدوارم با. شنونده اگر انگیزه‌ای به عنوان ایرانی برای حل مسائل جامعه خودش داره، خب این پرسش ها رو تعمیق کنه بپردازه، وگرنه ستیز کردن یا جدال کردن ها. این در چارچوب مسئولیت شما با همسال شماست دیگه. خب من که در حد خودم، خب ببینید همین مطالبی رو که امروز گفتم بله. که حالا فقط طرح مسئلهش بله. گفتم، وگرنه شرح و بست و گشودنش نیازمنده. نه، به وضوح روشن شد این اشاره که شما داشتید، به وضوح روشن شد که در چه موقعیت ضعیفی ما ایستاده ایم. دقیقا اشاره میکنم ضعیف، ناتوانیم، اصلا ناتوانیم. و شوخی است حرفایی که آدم میشنوه، مخصوصا این اواخر در ارتباط با اپوزیسیون که بسیار تضعیف شده نسبت. نه اصلا این صحبت ها، اصلا این صحبت ها جز یه سرگرمی ها، فقط بچینیم با هم نمیدونم همین دیگه. من نمیدونم، من این چیزها رو نمیفهمم، اپوزیسیون و فلان این حرفا. آشنایی ندارید باش؟ نه واقعا آشنایی ندارم، یعنی میتونم بفهمم، ولی سعی کردم تو تمام این سالها در زندگی فکریم سعی کردم که کنکاش هایی اگر دارم در تاریخ خودمون، بتونم اون رازهای پنهان این تاریخ رو که بسیار پنهانه، بسیار پنهانه، چون ما کار نکردیم، کار متدیک نکردیم، کار روشمندانه نکردیم. ما چون کار روشمندانه بلد نیستیم. نه، آمادگیش هم کمه. خب بله، آمادگیش هم نیست، یعنی انگیزه نداریم. دقیقا انگیزه، انگیزه نداریم. هی کمتر و کمتر شده انگیزه. بله اصلا انگیزه اون، شما نگاه کنید، حالا ما نه وقتشو داریم نه دیگه محور صحبتمونه، ما میتونیم باز کنیم نگاه کنیم از مشروطه به این سو، لایه به لایه عرصه فکری ایران ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر شده. یعنی مقطعی که تقریبا یه چهره هایی یه کارایی کردند و میتونستن ادامه بدن پایان رسید 1120 بود. از 20 به بعد فرود. متاسفانه از 20 به بعد. بله بله، با اون دگرگونی که پیش آمد، اخراج، نه فقط اخراج رضا شاه نبود، نه دیگه حکومت بعدی که، نه حکومت بعدی، اصلا خود رضا شاه عملکردهای به ویژه ده سال بعدش در توقف و ترمز زدن به اون حرکت ها دخالت داشت. اینو باید بپذیرید. چند سال آخر رو میفرمایید؟ به ویژه مثلا سال 1112-13 به بعد، 12-13 به بعد، فرهنگ روز به روز قفل داشت میشد، قفل میشد، قفل شد، رسید به 20، پسرش اومد، قفل شد که من در گفتگوهای دیگری که به ویژه با شما داشتم، بله اشاره داشتید، بله، که شنونده میتوانه به گفتگوهای آقای لیمونادی با من، خطابم به بیننده است، میتوانه مجددا مراجعه کنه اونا رو یک بار، نه چند بار بلکه ببینه، بلکه هوشیاری نسبت به اون وقایع و وضعیت امروز پیدا بشه و انگیزه ای نسبت به نسل‌های جوانی که دیگه فردا مال من نیست، درسته، یا نسل من نیست، ما چندی بعد بدون تردید مثل همگان تموم میشیم، ما هم میریم چندی بعد. خب چقدر هیچ کس نمیدونه، اما مهم این نیست، مهم اینی که فردا متعلق به ما نیست، حداقل نسل جوانی که امروز هست بدانه ما کار زیادی نکردیم، روی غفلتامون، روی نادانی هامون و روی خودخواهی هامون و کلمه دیگه ای نمیخوام به کار ببرم،
با شما هم عقیده هم. بله همین. حداقل این نسل بیدارتر عمل کنه. نه دیگه، صحبت های شما همیشه بسیار روشنگرانه بوده برای جامعه ایرانی. من فکر میکنم این صحبت هم کار خودش رو انجام میده، یعنی تأثیر گذاره. امیدوارم امیدوارم. من یک بار دیگه سپاسگزارم از شما، از وقتی که گذاشتید و پذیرش میکنم. منم متشکرم، خوشحالم که با شما باز گفتگو کردم. من فکر میکنم نتیجه بسیار خوبی گرفتیم. امیدوارم و برحال امیدوارم اینو شنونده کسانی که میشنوند میتونن نظر بدن و من خوشحال میشم حتی بدونم که شعاع این سخنان یا این تحلیل ها، این تحلیل ها به ویژه این بررسی ها که هیچ بررسی هم نیست، اینو من بگم بلافاصله 100% باشه، البته قابل نقد، قابل کمبودهایی داره، باید و من چیز زیادی رو باز اشاره میکنم امروز به ویژه روی اون مفهوم پایان شریعت که زنگش پیشتر خورده بود، هنوز اون دلایل بیشتری رو که باید باز بشه از نظر تاریخ من اصلا اینجا اشاره نکردم. بعد که چیزی رو که میخوام نوشتم و منتشر شد میبینند بعد، ولی امیدوارم که هوشیاری هایی رو حداقل نسبت به شنونده به وجود آورم. کنون که اینطور بوده امیدوارم. با سپاس فراوان از شما. مرسی. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را هنوز را.